فصل هفتم اخلاقیات فردی، اهداف و روشها کریستیان قانم برخلاف آنچه این عنوان جامع می تواند القا کند، من قصد ندارم بحث اخلاقیات را به شیوه کلی مطرح کنم. سه فصل گذشته، موجب تفکر در خصوص برخی موضوعات پایعی و نگاه به سوی چند عمل برجسته شد. من به سهم خود امیدوارم، با توجه به سی سال زندگی حرفه‌ای در شرکت‌های مختلف و در سمت‌های عملیاتی و اجرایی، بتوانم نظرم را درباره دو نکته با شما در میان بگذارم. نخست اخلاقیات فردی در شرکت راه و فرایندی در حال حرکت و پویاست، نه رفتاری انعطاف و ناملموس که در یک لحظه شکل گرفته باشد. ارزش‌هایی که در آغاز زندگی حرفه‌ای از آن ما هستند، همواره با تجربه های روزمره مواجه شده و به این طریق به چالش در می آیند. این مواجهه با تجربه های روزمره بر مبانی عملکرد ما تأثیر می گذارند. آنها را دگرگون می سازند و یا کاملتر می کنند. بنابراین اخلاقیات فردی فقط مجموعه قانون یا مقررات نیست که به ما در هر شرایطی انجام آنچه را مناسب می داند توصیه کند. بلکه فرایندی است که همواره رفتاری را می که در حوزه شخصی و در حوزه حرفه‌ای اعتبار بیشتری دارد. دومین دیدگاه به موضوع تقسیم بندی صحیح به ویژه تقسیم بندی نزدیکان مربوط می شود که به عقیده من در حوزه اخلاقیات نقش کلیدی ایفا می کند. همه می که ارزش ابتدا از طریق مثال منتقل می شود و با توجه به زبان حاکم بر شرکت ها به معنای انتقال ارزش به واسطه عمل است. تجربه این درس را به ما می آموزد که هنگام بروز بحران ابتدا ببینیم چگونه باید عمل کرد و یا چه واکنشی باید از خود نشان داد که چگونگی آنها معرف توانایی و اقتدار خواهد بود ضرب المثل قدیمی که به همه مدیران تازه کار هم تعلیم داده می شود این است مردم به آنچه انجام می دهید گوش می دهند نه به آنچه می گویید بنابراین از نظر من اخلاقیات فردی بیشتر پدیده مدیریتی و محدود به وضعیتی خاص است تا اینکه آن را پدیده کلی و اجرایی به مفهوم پرسنل اجرایی بدانیم. اخلاقیات فردی در محدوده شرکتها و همچنین در زمینه های دیگر به خصوص زمینه بسیار توجه برانگیز یعنی ورزش حضور دارد.